اعتراف ضمنی حسن روحانی به ناتوانی دولت خود در حل مشکلات کشور. آقای روحانی در چهارمحال بختیاری گفت کارهای سالهای اخیر را نمیتوان به سادگی از بین برد، خرابکاری های انجام شده در سالهای اخیر، منظور دولت احمدی نژاد است. وی افزود تحت عنوان دور زدن تحریم ها نفت را بردند و خوردند. آقای روحانی توضیح نداد چه کسانی بردند و خوردند و نیز توضیح نداد چرا از انتشار اسامی وامگیرندگان کلان از بانک‌های دولتی در حکومت فقیه خودداری می‌شود. قتل جمال حسینی از مسئولان خبررسانی هرانا در ترکیه، آیا جمهوری اسلامی ترور مخالفان خود را در خارج از ایران از سر گرفته است؟ آخرین خبرها در مورد وضعیت زنان و دختران به گروگان گرفته شده ایزدی توسط داعش. آیا حکومت خودمختار کردستان به رهبری آقای مسعود بارزانی ایزدیان کرد را قربانی بدبستانهای سیاسی خود می کند؟ همان اتهامی که در مورد کشتار مردم فلسطینی در غزه متوجه سازمان حماس شده است. و سیمین بهبهانی شاعر گرانقدر ایران در بیمارستان بستری شد. با من و شما هستند در لندن آقای دکتر علیرضا نوریزاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. جمشید شالنگی هستم در ساعت پیش رو در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. ضمن آرزوی سلامتی هرچه زودتر برای سرکار خانم سیمین بهبهانی شاعر گرانقدر ایران به شما خوش آمد میگیم. آقای نوریزاده است. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و به سیمین بانو. سیمین بانو مادر ایران، من اتفاقا یاد او را همیشه دارم و او در دل من نقش داره و آرزوی سلامتش رو میکنم. اخیرا یک کتاب روایت‌های کوتاه، قصه‌های کوتاه از او خوندم که یه قصهش اصلا تکان دهنده بود و چقدر زیبا. سیمین جان، صمیمانه دوستت داریم. مادر ایران سلامت و استوار رو برپا باز می‌گردن. و سلام میکنم به بینندگانمون، ببخشید، به بینندگان برنامه تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا خوش آمدید در واشنگتن گرم و تا اندازه شرجی. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما های چالنگ عزیز، های دکتر نوریزاده گرامی و همه بینندگان. آقای نوریزاده، من بذارین خیلی بیرو درواسی و که همیشه بیرو درواسی بودیم صحبت کنیم. آقای حسن روحانی آمدن و گفتن که به هر حال این دولت قبلی رو، احمدی نژاد رو، اصلا نمیدونین خرابی ها به چقدر هست، ویران شده، به این سادگی ها نمیشه از بیان برد. نفت رو بردن، تحریم ها رو دور زدن، به این بهانه خوردند رفتن و صحبت های از این قبیل. این حرفا خب رئیس دولت میزنه، انگار من شما آقای سازگارا بینندگان ما مسئول چنین کاری هستن و معاون پارلمانی ایشون. یه نکته خیلی قابل توجه وجود داره، معاون پارلمانی ایشون که در همین سفر بوده فوری یک برنامه‌ای داده برای اقتصاد و وضعیت مردم و از این صحبت ها.
هیچ توجهی هم به این نمی کنه. آقای مجید انصاری چه تخصصی داره؟ این که وضع 8 سال گذشته خراب بود و همیشه بوده ناشی از همین بوده که خود آقای روحانی چه تخصصی داره که در سمت‌های مختلف بوده، یا وزیر رفاه ایشون که از فرمانده‌های سپاه پاسداران بوده. شما بیوگرافی آقای روحانی رو بخونید، انواع و اقسام سمت‌هایی رو داشتن، از تلویزیون تا شورای امنیت ملی تا فلان، و وزیر رفاهشون. خب این احمدی نژاد تنهاست یا اینکه همین حضرات هستن از روز اول تا به امروز؟ اولا ببینید آیه چالنگی، رژیم گذشته بیچاره متهم بود که هزار فامیلن، ولی آدم وقتی اسامی وزرا رو میبینه، دورهای مختلف میبینه، اصلا چنین نبود. بسیاری از کسانی که مسئولیت داشتن اصلا ارتباطی با اشراف و هیئت حاکمه نداشتن. مرحوم روحانی یادمون نره پسر یک خیاط بود. مرحوم ربیعی خودش گفت مادر من با رخشویی و زحمت منو بزرگ کرد و فرمانده نیرو هوایی شد. در رژیم ولایت فقیه اینا همه با هم بستگی دارن. وقتی شما حاج آقا رسولی معلاتی، دامادش آقای ناطق نوریه، دامادش آقای شهیدیه، اینا همشون با همدیگه تداخل دارن و در نتیجه یک مجموعه 35 ساله حرکت کردن، قدرت در دست گرفتن و تقسیم مقام میکنن. اون عده‌ای که وصله ناجور بودن خیلی زود پس زده شدن. بنابراین اون اول آدم چهره‌هایی میدید تحصیل کرده، خیلی از خارج اومده بودن با آرزوی سرفرازی و سربلندی ایران، ولی اینا همه رانده شدن، این آقایون مونده. اما هیچ کدوم از اینا نفی این موضوع رو نمی کنه که محمود احمدی نژاد فاجعه ای بود که با حمایت ولی فقیه بر این ملت نازل شد و 8 سال ایران رو نابود کرد. یعنی کارهایی که احمدی نژاد کرده شما در یه ترازو بذارید، کارهای بقیه رو بذارید، احمدی نژاد خیلی سنگین تر کاراش. یعنی احمدی نژاد میلیاردها دلار رو در زمانی که قیمت نفت بالاتری قیمت بود به باد داد، یا دزدیدن یا بردن یا به باد دادن. اینی که آقای روحانی اگه به احمدی نژاد این کرد این 8 سال بعد بود، خب حرف درستی میزه. اما اون حرف شما هم درسته، وقتی که کارشناسانی در این کابینه هستن مثل آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی که روز اول که میان با چه توپ پر و امید و چنان بادشو خالی میکنن که بعدن دیگه حرف نمیزه، چون در ایران تغییر و اصلاحات غیر ممکنه با بودن نهاد غیر مشروعی به نام ولایت فقیه که یه دم ازش ممتد میشن. آقای روحانی دولت قبلی رو میگه، در دزدیای نفت رو میگه، ولی دزدترین دزد نفت یعنی رستم قاسمی که تو وزارت نفت اون دزدی ها رو کرد، الان مشاور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوره. من یعنی میخوام بگم اگه آقای قاسمی در هر کشور دیگری بود محاکمه میشد به علت دزدی، نه اینکه بیاد بشه مشاور معاون اول برای مسئولیت ایجاد بکنه. اینه که تا زمانی که این نظام وجود داره و اصل ولایت فقیه و اصل اینه که کسی به ولایت فقیه نمیتونه بگه بالشش من ابروه و 95 میلیارد دلار فقط ثروت یه مؤسسه زیر نظر ایشونه، اصلاحات یه داستانه تو ایران. حتما بعد خواهیم گشت این موضوع رو باز درباره صحبت خواهیم کرد. اما آقای سازگارا ببینید، نفت را بردند و خوردند و بقیه مسائل. آقای روحانی صحبت چون میکنه، کیا هستن؟ چرا نمیان اسامیشون رو اعلام بکنه؟ چرا یک وبلاگ نویس ساده، کارگر وبلاگ نویس ستار بهشتی رو یک چیزی در وبلاگش نوشته میبرن زیر شکنجه میکشن، امید رضا میرسیافی و بقیه هم بینندگان ما بهتر بیدن. اما بردند و خوردند و داروی تقلبی وارد بازار کردن، هزاران مصیبت دیگه. اسامی رو چرا اعلام نمیکنه؟ این وام های کلان بانکی که گرفتن. بله، به قول اون جمله معروف عطا ملک جوینی که آمدند و کشتند و بردند و سوختند و رفتند. مشکل این است که نرفتند. خیلی اونهایی که این کارا رو کردن، اون راجع به مغول ها میگه در تاریخ ایران، اما ظاهرا این کسایی که در وزارت نفت 9 میلیارد دلار 9 میلیارد دلار
در واقع به امثال بابک زنجانی دادن، 6 نفت کش در اختیارش بوده و پولهای کشور رو بالا کشیده و پس نمیده، اشکالی نیست که نرفتند. هم من هم میخوام مطلبی که آقای دکتر نوری‌زاده فرمودن رو بگم. واقعا این همه از این بابک زنجانی صحبت میشه و که خودشون هم میگن اقلا 9 تا 10 تا آدم دیگه مثل او هستند، اما یک نفر نمیگه که این آقای رستم قاسمی، سردار رستم قاسمی وزیر نفت بوده و این امکانات و این رانت ها رو در اختیار امثال بابک زنجانی گذاشته، یا آقای میرکاظمی وزیر نفت قبلی، یا دیگر که در رأس اینها هم شخص آقای خامنه ای قرار داشته. در رأس دولت آقای احمدی نژاد درسته بوده، ولی وزارت نفت تویول سپاه بوده و ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر شخص آقای خامنه ای است. آقای چالنگه، آقای اکبر ترکان که مشاور آقای روحانی هست و متاسفانه در مورد عملکرد حال حاضر خود ایشون، خود آقای ترکان در مناطق آزاد، من گزارش هایی رو دریافت کردم که اگر دارم تحقیق میکنم، اگر درست باشه، فساد در دوره خود این آقای ترکان در مناطق آزاد یکی از اون چیزهایی است که اصلا کم از دوره احمدی نژاد نداره. حساب ایشونو جداگانه باید رسید، ولی ایشون یک حرفی زده که جالبه، یعنی یک پرده جدید اضافه شده. ایشون پریروز مطرح کردند که 80,000 میلیارد تومان معوقات بانکی که پول بانک‌ها رو یک عده‌ای خوردن و پس نمیدن، 70,000 میلیارد تومان دیگه هم هست که وزارت دارایی و بانک ها استمهالش کردن، مهلت دادند به بدهکاران بعدن بپردازن. و به درستی هم آقای ترکان گفته که مثلا یک قلم از این 70,000 میلیارد 42,000 میلیاردش مسکن مهره که یک سری پروژه بی سرانجام و بی حساب کتابه و این پولم پس نخواهند داد. بنابراین پول تو بانک ها 150,000 میلیارد تومان خورده شده و برده شده و از نظر من بزرگترین دزدی نه تاریخ ایران بلکه احتمالاً در تاریخ جهان، غارت بانک ها اتفاق افتاده. و آقای چالنگی ببینید، این ماجرا آقای احمدی نژاد که یکی از مقصرین اصلی است، یه حرف خوبی زد هفته گذشته. ایشون گفت به بانک مرکزی دفترش نامه نوشت، با آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت آقا اسامی این بدهکارا رو منتشر کنید، معلوم شه من چقدر اطرافیام هستن، دیگران چه هستن. به نظر من احمدی نژاد ناقلایی میکنه، خوب میدونه که تو اون لیست 500 و چند نفره ای که اصل این پولا رو خوردن، هم از بیت رهبری توش هستن، هم از سپاه توش هست، هم از دار و دسته دورور آقای روحانی هم چند نفری رو میشه اسم آورد توش هستن و غیره، و به مصداق گر حکم شود که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن، میدونه که بانک مرکزی این کار رو نخواهد کرد و با این بهانه در واقع میخواد بگه حالا من پاک دستم، دوروریان پاک دستن که همچون چیزی نیست. بنابراین من هم معتقدم شفافیت با ملت و انتشار این اسامی شاید اولین قدمی باشه که اعتماد رو به بازار مبادلات ایران برگردونه که متأسفانه خبری ازش نیست. مطمئن هستم شما هم چون این توقعی ندارید و این اطمینان رو بعیده که دولت روحانی هم بتونه به مردم بده، حالا به هر دلیل. حالا ما امیدواریمونو میگیم، ولی حداقل طلبکاریمونو از دولت آقای روحانی به مثابه یک کسی که سیاست ایران نگاه میکنه مطرح میکنیم. و به نظر من توقعی به جایی است که همه ملت دارن که آقا اینقدر که میگین دزدی شده، خب افشا کنین، مردم هم بدونن چیه. و همون که اشاره کردین در گر حکم شود که مست گیرن، چون مست نمی کنن ظاهرن، دزد گیرند دزد گیرند شاید
بهتر بشه. اما آقای نوریزاده ببینید، مسئله این هستش که خب آقای آفرید رو اعدام کردن با جنجال بسیار، یک شبه فرمان قتلش صادر شد، نه دادگاه علنی بود نه چیز. آقای بابک زنجانی هم در زندان هست، در یک معادله بالانس یا هر چی که هست بین باندهای مختلف فعلا زنده هستن. به هر حال اگر گناهی مرتکب شده، امیدوار هستیم در دادگاه علنی که مردم صاحبان اموال باید بدن. اما نکته در این آقای نوریزاده عزیز که این اتفاقات افتاده، کسانی بودن در همون 8 ساله آمدن انتقاد کردن، گفتن چه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته در دوره آقای احمدی نژاد، مورد تایید آقای خامنه‌ای هم بود، از آقای سعید لیلاج بگیرید کارشناس اقتصاد تا بقیه که در داخل بودن و خارج، سر از زندان در آوردن برخیشون. چرا سکوت کردن؟ ایشون که جزء مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن، آیا این نیستش که الان باید رفت ایستاد اونور کنار مردم و حرفای مردم رو زد؟ وگرنه نه اینکه ساده، مگر ساده نیست دولت میتونه لوایحی رو پیشنهاد کنه به مجلس، اقدامات عاجلانه و فوری رو شروع کنه در این مورد؟ ببینید آقای چالنگی، یه نکته‌ای به نظر من خیلی مهمه. آقای ناطق نوری یه مورد برای ما، آقای علی اکبر ناطق نوری نماد جناح راست و همدست حاج حبیب مؤتلفه و مجموعه بوده، دوران وزارت کشورش اونم یادمونه، اعتراف اخیرشون که دستور دادن که 500 تا بلوچ رو بکشن، قتل عام کنن. ایشون حالا زبان انتقاد گشوده، یعنی الان ایشون در انتخابات که به خاتمی باخت، اونم با وضع افتضاح‌آمیز علارغم حمایت رهبر، ایشون دیگه شده بود دشمن اصلاحات دیگه هرچی از، حالا ایشون فضا رو دیده تغییر کرده اومده از این بر. کوچک زاده خب آدم غیر متوازنی، عقل نداره درست، چون میبینیم توی تلویزیون در کنار دکتر صادق زیباکلام یه دفعه میگه من یکی با خمینی اسرائیل رو نابود میکنم، یه آدم اینجوری احتیاج داره بفرستنش تیمارستان. اما یه حرفی رو به ناطق نوری زده، گفته آقا جان تو که بازرس مقام معظم رهبری هستی، اول باید فساد خانواده خودت و آقازادهات اینا روشن بشه. من ضمن تایید این حرف اینو میگم، اگر قرار شد اسما فاش بشه، اون وقت با داماد آقای خامنه‌ای چیکار میکنن؟ آقازاده آقای محمدی گلپایگانی 68 میلیون دلار پول بدبخت این مملکت رو داد هواپیما برای رهبر بخره، نه هواپیمایی در کاره، پولم رفت، یه دلال سوری هم دستش پولم خورد و رفت. خب اینو باید بیان پاسخ بدن. اخوی آقای خامنه‌ای، آقای سید محمد، باید بیان توضیح بدن این پولی که به اسم بنیاد ملا صدرا به ایشون وام داده شده و یک قروشون هم نداده، چه کسی پاسخ خواهد بود؟ و دونه دونه در بیت مبارک با این نوع افراد شما برخورد میکنید. پس در اون مملکت این قاعده ای که حکم شود که مسگیرن واقعا منطبق بر عمل کرده خرد و کلان نظامه. و مهافرید خدا رحمتش کنه، مردی که اومد در ایران 10 میلیون دلار پول خودش آورد، 70 هزار تا شغل ایجاد کرد، او رو گرفتن کشتن. الان بابک زنجانی هم حالا همه عیوبی که بهش میدن، حداقل در ایران 10 تا کارخونه درست کرده، یه شرکت هواپیمایی، یه مقدار ساختمان دستشون به جایی میرسه. اما اونای دزدایی رو که دست بهشون نمیرسه کاری بهش ندارن، نه اسمشون رو فاش میکنن نه میگیرنشون. و همونطور که هم شما اشاره که هم دکتر سازگارا، حالا به برای اینکه بالانس ایجاد کنن بابک زنجانی رو هم گرفتن یا قبلا آقای شهرام جزائری رو، ولی اینا هم شهرام جزائری که گفت بستنی فروشی شروع کرد، هم بابک زنجانی و هم مرحوم مهافرید خسروی، همشون آنتروپرنور بودن، کارآفرین بودن، اومدن در مملکت کار ایجاد کردن، حالا پولم گرفتن کلک هم زدن، نمیدونم 5 تا تانکر رو چرا در اختیارشون گذاشتن. میخوام بهتون بگم ببینید حرف میخوام... من آقای نوریزاده عزیز، حرف من این هستش که این صحبت ها رو آقای روحانی برای چی میکنه؟ آیا برای عوام فریبی هست؟ یا واقعا چنین فکر میکنه؟ چون جوری صحبت میکنن که انگار ایشون تا قبل از ریاست جمهوری
پیچکاره بودن. الان به قول معروف میگه ببرین مال مسلمان رو، چون مالت ببرن داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. آقای روحانی، آقای ایشون خب هر زمانی که لازم بشه میرن بغل مردم وامیستن راجبه، مثل آقای خمینی شاید که بهترین حرفا رو در نوفلوشاتو میزدن راجبه دموکراسی، اومدن سر کار هیچ دیدیم. نه ببینید، آقای روحانی الان باید در برابر اون 18 میلیون رأی که بشتن جواب بده، یعنی نمیتونه همینجور سرشو بذاره پایین بره. آقای روحانی رئیس مرکز پژوهش‌های استراتژیک یا حتی دبیر شورای امنیت ملی مورد سوال نبود، الان مورد سوال مردم صبرشون تموم شده، میگه آقا تو به ما این وعده ها رو دادی چرا کاری نمیکنی، چی شد؟ حتی پرونده اتمی رو نتونستی تموم بکنی. اینه که آقای روحانی احساس میکنه باید بیاد جواب بده به مردم. اینه که حالا میره تو شهر کرد چهار تا حرف میزنه، تو شهری که مردم داغدار 12 تا زندانی بیچارن که گرفتن آتیش زدن و از بین بردنشون. میخوام بهتون بگم آقای روحانی الان احساس میکنه اون 18 میلیون گریبانشو گرفتن، 18 میلیونی که اعتماد کردن، رأی دادن بهش، گفتن انشالله این گربه است، فرق میکنه. ولی حالا میبینن هیچ تفاوتی تو زندگیشو نکرده، همون بساط هست، قطعای زنجیره‌ای از نو شروع شده، تعرض در خارج کشور از نو شروع شده. داستان چیه؟ اینه که میخواد خودشو تبرئه کنه. خب من یه نکته ای رو اینجا بگم، اشاره کنم. وزیر تعاون دولت ایشون، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی آقای علی ربیعی که ایشون هم پاسدار هستن، که البته بعدها مثل بسیاری از فرماندهان پاسداران یک عنوان دکترا هم صاحب شدن، درست یا نادرست، یا باشن یا نباشن، مسئله ما نیست، عمل کردشون هست. ایشون کشفی کردن، گفتن که 7 میلیون و 500 هزار فقیر، کلمه ای هم که به کار بردن در همون چهار محال صحبت کردن، در کشور شناسایی شدن. احتیاج به شناسایی نیست، 7 میلیون که 7 نفر و 6 نفر نیست که ناپیدا باشن و بعد عرض کنم شناسایی بشن. اینها 7 میلیون شناسایی شدن، الان قرار محبت کنم بسته های حمایتی پروتئین و ویتامین مورد نیاز برای تامین سلامت به فقیران ارائه می شود. یادتون هست آقای سازگارا قرار بود کوخنشینان زندگی مرفعی داشته باشن، آقای سازگارا در صحبت های خمینی، الان 7.5 میلیون فقیر شناسایی شدن. وزیر تعاون دولت امید و تدبیر و هرچه هست گفت. والا یک ضرب المثل معروف ژاپنی هست که حتما شما هم شنیدید که میگن اگر یک ماهی به من بدی یک شب سیرم کردی، ولی اگر ماهیگیری به من یاد بدی یک عمر منو سیر کردی. متاسفانه این نوع نگاه به اقتصاد، اقتصاد صدقه‌ای، اقتصادی که اتفاقا پوپولیستی و آقای احمدی نژاد در این جور چیزا از همه این آقایون جلوتر بود، سیب زمینی پخش بکنه و نمیدونم یه چاله‌ای کند که مای 40,000 تومان پول بدن به همه، این نوع اقتصاد آقای چالنگی، این نوع نگرش محکوم به شکست، محکوم به فناست. احتیاج نداره به 7.5 میلیون نفر که البته به نظر من با توجه به اینکه خط فقر رو ماهیانه 1.8 میلیون تومان تعیین کردن، تعداد تنگ دستان جامعه زیر خط فقر به مراتب بیش از 7 میلیون نفره، بلکه 60 میلیون نفره، و احتیاج نداره که دولت بخواد صدقه بده، بسته پروتئینی بده، کمک نقدی بده، ماهیانه 40,000 تومان یارانه بده. آنچه که از دولت توقع میره کارآفرینی است، گردش درست اقتصاد، ایجاد شغل، دستشو از سر گردش آزاد اقتصاد برداره، سلامت اقتصاد رو تامین کنه. مردم وقتی حرکت بکنن، شغل ایجاد کنن، سرمایه گذاری کنن، دلگرم باشن، خودشون زندگیشون رو میگردن. در عوض دولت باید زیر ساخت های اقتصاد رو درست کنه. بنابراین کل نگرش، نگرش غلط و محکوم به فنام هست. یعنی اینجور نگرش ها نه فقط گرهی از
مشکلات مردم باز نمی کنه، بلکه حتی در حد یک قرص آسپرین و مسکن هم چاره ساز نخواهد بود. من یک جمله رو آقای چالنگی عرض کنم، واقعا فسادی که اقتصاد کشور رو گرفته در مشابهش شاید مثلا پاره از کشورهای آمریکای لاتین یا نیجریه امروز یا درصد حتی به نظر من کمتر در اوکراین و اینجاها فقط دیده شده، فسادی که سر تا پای اقتصاد رو گرفته. ولی یاد در تاریخ معاصرمون یاد کودتای سدزیا رضاخان میفتم که به درستی در واقع اون اعلامیه‌های اولی که منتشر می‌کردن سدزیا و رضاخان تأکید می‌کردن بر پاک دستی. و در تاریخ دنیا هم یاد پرو میفتم که اکسیون‌های متعددی رو مردم اجرا می‌کردن، دست‌هاشون رو نشون می‌دادن و می‌گفتن ما دست‌های پاکی داریم، به نشونه این که مردم پاکن، اون که ناپاکه حکومتگرا هستند. و البته در پرو خیلی مبارزات درخشانی اتفاق افتاد. مرادم این است که این فسادی که گرفته که هر جاشو دست میذاری آخرش سر از شخص آقای خامنه‌ای و بیت رهبری در میاره. و من یک قلم یاد نحوه بالا کشیدن بانک پارسیان میفتم که چجوری از آقای رئیس شهری شروع کردن، آخر سر سهام اصلیش رفته الان توی جیب ستاد اجرایی فرمان امام. و صدها مثال دیگه متقابلش در واقع درمانش این مردم هستند که پاک دستند و الان فقیر هستند و مسیر مبارزاتی داره که حالا شاید در برنامه‌های آتی بتونیم بهش بپردازیم. ولی ماشاءالله جمله کوتاه شما از رضا شاه درش بود تا بانک پارسیان که در جمهوری اسلامی بالا کشید. آقای نوریزاده، همین وزیر تعاون اومده گفته نمیتوان وجود فقر را انکار کرد. یعنی بفرمایید و انکار کنید. خود شما میگین 7 میلیون آدم آستیگمات هم باشه یا دوربین هم باشه، چشم نداشته باشه، 7 میلیون که بیشتر هست، همین 7.5 میلیون رو چطور میشه ندیده گرفت؟ یعنی در خیابانهای تهران هر خیابونش دست کم ویدئوهایی ما دیدیم و عکسایی که پر از کودکان خیابان خواب هستن و کودکان و مردمانی که در خیابون ها میخوابن. آقای نوریزاده به اضافه این که حالا آمدن و تقلید چه بگم، برای خاطرتون هست پیش از انقلاب برای کودکانی که وضعیت تغذیه کاملی نداشتن بعد از بررسی های وسیع شیر و موز ها در مدارس به همه میدادن، به همه میدادن آقای چالنگی، در همه مدارس میدادن. بله، مدارس شیر و موز و بیسکویت به همه میدادن. بله. خب آقای نوریزاده نکته این هست، باز ایشون آمدن همون کارهای آقای احمدی نژاد به نظر میرسه، سفرهای استانی، و در آنجا باز انشایی رو قرائت کردن که به اصطلاح برای دولت تدبیر و امید، فرقی بین این طایفه آن طایفه، مذهب و مرد و زن وجود ندارد و هر که شایسته تر از کار را بر دوش میگیرد. این یه حرف ایشون هست. و معاون پارلمانی ایشون، خانم معاون پارلمانی ایشون هم آمدند و گفتن که ما تفکیک جنسیتی رو دولت قبول نداره. معاون پارلمانی ایشون خانم شهیندخت ملاوردی هست. بله، ملاوردی. و به هر حال قبول نداره چنین و چنان، و در واکنش به آقای قالیباف. از اون طرف وزیر دادگستری همین دولت بسیار ستایش میکنه، اطرافیان وزیر دادگستری هم که هم در خبرها هست، شما قطعا میدونید جزئیاتشو، که تجاوزاتی که کردن به مردم. بله، حضور درست کنم جناب چالنگی. اولا راجع به آقای علی ربیعی من براتون بگم، عباد، ایشون 8 سال معاون وزیر اطلاعات بوده، 8 سال مشاور امنیتی آقای خاتمی بوده و خب مردی برای همه فصول و هست. و میگم اینا وقتی هم برکنار میشن مدیر عامل یه شرکت میشن یا یه جو. به هر حال آقای عباد ظاهرا میگوین آدمی است در دوران وزارت اطلاعاتش هم آدمخوار نبوده، معتدل بوده، حالا نمیدونم چی کار میکرده. به هر حال ایشون با آقای سعید حجاریان اون زمان با هم بوده. ایشون وقتی میگه 7.5 میلیون نفر فقیر داریم، شما ضرب در 2 حتما باید بکنی، یعنی 14 میلیون رو شاخشه، 15 میلیون رو شاخشه.
وقتی 27 میلیون لبه خط فقرن، دیگه میتونیم تصور کنیم که اینا یک کشور سربلند غنی با مردمانی که روز به روز احساس بهتری میکرده، اون کارگرم یادمون هست که در کجا قرار داشت. حالا میرسیم به اینجا که بعدم خود مردم روز به روز فقیرتر میشن، چه ظلمی دارن میکنن به افغانهایی که بیچاره ها آمدن در بازسازی ایران چه نقشی داشتن، کار بهشون نمیدن، میگن کار ندادیم. حالا همه اینا رو کنار هم بگذاریم، بعد شما اشاره میفرمایید به این که آقای روحانی هم مثل احمدی نژاد را میفته این ور اون ور میره. روحانی کاری نمیتونه بکنه، اشکال کار اینه که یه عده از مردم امیدوار شدن، گفتن چون روحانی ذوالیمینینه، یه دست در بیعت خامنه ای داره و یه دست در بیعت آقای رفسنجانی، بنابراین اوضاعش رو به راست. الان خود رفسنجانی و خامنه ای به جان هم افتادن به شدت و طبیعتا روحانی هم در یه جای قرار گرفته که مصباح یزدی میاد اون حرفا رو بهش میزنه، همین کوچکزاده و امثال اینا چیا بهش میگن، و آقای روحانی به نظر من خیلی زود باز خاتمی زمانی رفت یه کارایی کرد. آقای روحانی خیلی زود اولا دستا رو به علامت تسلیم بالا برده و در عین حال نشون میده کار نمیتونه بکنه، هیچ کاری انجام نداده. پس در... چرا آقای نوریزاده بی خود و بی جهت هی امید میده؟ یعنی خب همین مسئله زنان که میفرمایید، خب بالاخره دولت مگه نمیتونه یک لایحه تنظیم کنه ببره به مجلس؟ حقوق زنان با همه مشکلاتی که دارن در ادارات، آخه من یک سوال دارم، اینو شاید مسئولان شرعی بیان جواب بدن، چطور میشه در مقدسترین اماکن مسلمانان جهان، هم از سنی و شیعه و همه مذاهب، که کعبه باشه، مکه باشه، بله، زن و مرد میتونن با هم طواف کنن، بله، کنار هم نماز بخونن، نماز بخونن، حرف بزنن، حرف بزنن با هم بشن. در شهرداری تهران نمیتونن، برای اینکه به قول آقای ایکس و ایگرگ و فلان اینها مرتکب معصیت میشن و بازده کار میآید پایین. توهینی که این همه کشورها زن و مرد دارن با هم دیگه کار میکنن. آقای چالنگی، به خاطر اینکه ذهن اینا فاسده، شما وقتی ذهنیتت فاسد باشه و زن رو فقط از یک نگاه ببینی، آقای قالیباف، واقعا من متاسفم برای آقای قالیباف، واقعا متاسفم. این آقا اومده میگه که ما دریغمون میاد که زن بیشتر وقتشو با مرد غریبه بگذرونه به جای اینکه با شوهرش باشه. شما کاری کردید که اولا هر زنی تو ایران احساس میکنه باید بره کار کنه تا بتونه زندگی خانوادگی رو تامین کنه، بعد اگر زن و مرد برابرن چرا باید جداشون بکنین؟ این جداسازی فکری بود که اول آقای خمینی و آخوندهای مرتجع راین میخواستن بندازن، ولی چنان جامعه مقاومت کرد که آقای خمینی گفت نکنین. تو دانشگاه میخواستن تیغ بکشن وسط کلاس ها. این آدما همونن، فرقی نکردن. الان حالا به جور چون زن داره مقاومت میکنه، زن ایرانی زیر بار این رژیم ظلم نمیره، زیر بار ارتجاع نمیره. حالا امروز میگن خب جدا میکنیمش، جدا سازی که کردیم کم کم هم میفرستیمش خونه بره تو آشپزخونه. این هدف ایناست. اما دختر و زن ایرانی، همه زنان و دختران ایرانی که مثل اون خانم چرخنده هنرپیشه نیستن که ملق میزنه جلو ولی فقیه برای اینکه بهش دوزار بدن یا میخواد. بله من میخوام برم خانه مولا علی و فاطمه زهرا رو ببینم. حالا یادمونه که ایشون با همسرشون تو برنامه‌های تلویزیونی در خارج چیکار میکردن، ولی میخوام بگم زن ایرانی همه اون نیستن. زن ایرانی سیمین بانوه، زن ایرانی نیکی کریمیه، زن ایرانی هزاران میلیون ها زنی هستن که آزاده ایستادن. لیلا حاتمی تو هنرمندانمون و توی قشر صنعتگر، پزشک، وکیل، گیتی پورفاضل، اینا هستن در ایران و اینا ایستادن و مبارزه میکنن. بله، و زنان ایرانی، مادران رنج دیده سهراب عرابی، ستار بهشتی، مادر رنج دیده امید رضا میر سیافی، مادران بسیار، مادران بسیار از همه اقوام ایرانی. اما آقای سازگارا، دختران قوچانی یا ترکمن در همون همزمان با جریان مشروطه به فروش رسیدن، چند دختر رو در منطقه خوانین یا هر که بود به فروش رسوندن به اون سوی
مرز به ترکمنستان یا جای دیگه. در اون زمانی که نه اینترنت بود نه کامپیوتر، هیچی نبود، اطلاعات تلفن هم حتی نبود در جای ایران، تمام ایران به پا خواست یا دست کم شهرهای بزرگ ایران برای اعتراض به این کار. آقای نوری‌زاده قطعا در جریان، یعنی اطلاع دارید که هست در تاریخ مشروطه اون زمان. اما این آقایون که اینقدر نگران هستن، من واقعا سخت برام این حرفو زدن، برای همه ما سخته، برای بینندگانمون هم سخته که به دلیل فقر، به دلیل بی آینده بودن، به چند و چندین دلیل دختران ایرانی الان توسط باندهای مختلف به اون سوی خلیج فارس فروخته میشن به باندهای دیگه، از دهات، از شهرها. آقایون چشم بر این داستان پوشیده و همون در شهرهای ایران، و چنین به فکر زنان هستن که در ادارات همکار مردشون اگه باشه بازده کار میاد پایین، اخلاقیات صدمه پیدا میکنه و بقیه مسائل. اون وقت یکی از معلمان اخلاق هم آقای پور محمدی هست و اطرافیان ایشون که شما به ما خواهید گفت چه کردن اخیرا. والا آقای چالنگی، انصافا به امثال این آقای قالیباف که کسوت سپاهیگری هم داره و ایشون دائما هم میگه غیرت دینی به ما تکلیف میکنه که زن و مرد رو جدا کنیم در شهرداری، باید گفت که عامل اصلی ترافیک سکس و فروش دختران معصوم و بیپناه ایرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. اگر ایشون غیرت دینی داره، غیرت انسانی داره، غیرت ایرانی داره، چرا اونجا صداش در نمیاد؟ این عوام فریبی که میکنند آقایون و این نگاه منحرفی که دارن به ماجرا که این طور حرف میزنن، امثال صادق لاریجانی و علی مطهری و غیره هم اومدن و دفاع میکنند از این جداسازی، به نظر من توهین نه فقط به زن ایرانی است، بلکه توهین مرد ایرانی هم هست، توهین به انسانیت انسان ها هم هستش. حضرات آقای چالنگی، به نظر من ریشه ماجرا اینجاست که دیدند دختر ایرانی، زن ایرانی ایستاده 35 ساله نزیر بار تحمیل حجاب اجباری میره. امسال شما نتایج کنکور رو نگاه کنید، آدم حزم شاگرد اول اکثر رشته ها دخترا هستن، درس خونتر از پسرا، و چیزی که من واقعا حس کردم این است که مهندسی و رشته ریاضی هم تو کنکور پسرا معمولا همیشه میگفتن اولا، امسال شاگرد اول ریاضی هم دختره. و دیدند که آقایون تو جنبش سبز دیدند که ستون فقرات جنبش زنان و دختران شجاع ما بودند، و وزارت اطلاعات بررسی کرد و دید که ناراضی ترین قشر دختران تحصیل کرده دانشگاهی هستند و به همین دلیل آمدند از تو دانشگاه ها سهمیه جنسیتی گذاشتن که تعداد دخترها رو کم کنن، ورودشون رو ببندن، و فکر میکنن که میتوانند چرخ تاریخ رو به عقب برگردونن. و من به عنوان یک مسلمان سوگمندانه باید بگم که این کج‌فکری، این واپسگرایی و این انحرافات جنسی که دارند رو فاجعه اینجاست که گردن اسلام هم میذارن. یعنی اون یکی اومده خانوم از این نوابغ جمهوری اسلامی کشت میکنه، یه خانومی دیروز دیدم به عنوان مدرس حوزه و دانشگاه فرمودن که اصلا ما در اسلام مهد کودک نداریم و دنیا میخواد ناباروری در ایران رو توطئه بکنن، تشویق کنن. و از این حرفایی که یه بار دیگه هم در همین برنامه عرض کردم، بانوی اول اسلام خدیجه است، کسی که پیامبر تا آخر عمرش هم میگفت زن محبوب من بوده و کسی بود که اگر نبود اسلام نبود، زنی که هم تاجر بود، هم مدیر بود، هم اداره میکرد. و با قول شما در مکه که میرن زن و مرد دوش به دوش هم طواف میکنن، هم نماز میکنن، هم این حضرات. واقعا آقای چالنگی، جز این که آدم بگه یک عده در درجه اول منحرف جنسی هستند
و در درجه ثانی به نظر من شارلاتان هایی هستند که از لغات دینی و ملی ما سوء استفاده می کنند. هیچ نام دیگه ای نمیشه به این قبیل حرفا و این قبیل نمایشا گذاشت. بله آقای نوری‌زاده، پرسش دقیقا همینجاست که این حکومت، مسئولانش، اونطور که آقای سازگارا و شما اشاره کردین، خب دروغ میگن به مردم، دروغ میگن و مردم هم، بخشی از مردم دست کم وانمود میکنه رفتاری رو که حکومت میخواد. و حتی من فکر میکنم همون خانم بازیگر الهام چرخنده من فکر کردم چرخیده است، الهام چرخنده یا بقی، اون هم میدونن دروغ دارن و هر دو طرف هم میدونن به همدیگه دارن دروغ میگن. یعنی در جایی که روزداری به اصطلاح تظاهر به روزخاری جرمه مثلا و تظاهر به روزداری واجب، این رمز این تعادل در چی هست؟ چرا همدیگه رو تحمل میکنن؟ چجوری هست که مردم، شاید پایگاه عظیمی داره اونطور که آقای خامنه‌ای و حکومت میگه، چی هست؟ اولا یه چیز جالب براتون میگم راجع به روزخاری. تو اهواز ورداشته بودن تابلو زده بودن روزخاری در ملع با عین عام، در ملع عام ممنوع است خلاصه تظاهرات به روزخاری با عین در اهواز، خیلی جالب بود برای من. و خب معلوم مثل بقیه چیزاشونه دیگه، این ملع عام با عین یعنی دیگه بره رو پشت اون. آقای نوز، تظاهر به روزخاری اصلا یعنی چی؟ خب یکی روزخاره دیگه. بله، تظاهر به روزخاری میخوره، یعنی آدم روزه است ولی میاد تظاهر به روزخاری میکنه، مثلا سیگار میبره بالا یا لیوان آبو اینجوری نشون میده. و میدونیم که آقای ثانعی و یه عده دیگه از علما حتی گفتن آب خوردن اشکال نداره. و حالا کاری ندارم به این مسائل، ولی یه نکته میخوام بگم. در قزوین معاون ستاد مبارزه با روزخاری بشارت داده که بله ما 2300 نفر رو شلاق زدیم و خیلی مبارزه امسالمون جانانه بود. چند اولا شما میدونید نصف اینا تظاهر میکنن، خود بنده حداقل آخوندایی که دیدم و شناختم ماه رمضون باید غذا میخوردن به جهت اینکه زور که میشد باید پای معقل میشستن، اونو که نمیتونن کاریش بکنن، در نتیجه روزه نمیگرفتن، بهانه شون این بود که ما مریضی. بعضی دیگه هم به انواع و اقسام چیزهای دیگه آلوده بودن و دروغ میگن. ببینید در کشوری که چرا داریوش فریاد میزنه خدایا سرزمین منو از دروغ و خوشسالی، دروغ و خوشسالی رو کنار هم میذاره، ببینید چه فاجعه‌ایه. وقتی حکومتی از ابتدا دروغ بود، آقای خمینی در پاریس گفت، بعد گفتم خوب کرده، اون وقت این فکر رو میکردم حالا این فکر رو، راحت دروغ گفت. صبح تا شب دارن به شما دروغ میگن. آقای خامنه‌ای میاد میگه بله این اتفاقایی که در عراق افتاده و اینا نمی زیر سر آمریکاست، این داعش و اینا مال آمریکاست. یه سایت وابسته به حزب تودم میاد از خانم هیلاری کلینتون جعل میکنه، میگه خانم هیلاری کلینتون تو کتابش گفته ما داعش رو میخواستیم به عنوان دولت اسلامی به رسمیت بشناسیم. دروغ. اصلا زمانی که خانم هیلاری کلینتون بود داعشی نبود به این صورت، یه گروه کوچولوی تو سوریه وقت میزدن. منظور توده است آقای نوری زاده. بله دارم عرض میکنم، وابسته به حزب توده میاد اینا رو مینویسه هم صدا با آقای خامنه ای. اولا این نشون میده تا چه حد رژیم جمهوری اسلامی زیر سلطه روسخاست، تا چه حد به حبل المتین آقای پوتین آویزانن این رژیم و چنگ میزنن. و بنابراین دروغ هم جز و اساسشونه. اتحاد شوروی سابق اون وقت هم دروغ اصل و اساس بود، میلیون ها انسان رو با دروغ فریب دادن. الان هم اسلام ناب محمدی در وجه شیعیش رو داریم میبینیم، وجه سنیش هم تو عراق میبینیم و توی پاکستان و توی سوریه. منظورم اینه زمانی که دروغ و فریبکاری شد اولویت، شد اصل، شما این چیزها رو هم میشنوید قربانت برم. آیا سازگار تفسیر شما رو میشنمیم، آیا دروغ و خشکسالی که نوعی همین وضعیتی ممکنه باشه، خشکسالی زمان کشاورزی بوده، آیا
7 میلیون و نیم فقیر، هوای آلوده، واردات کشاورزی از چین و هند و برنج مسموم و آب آلوده و مسائل دیگه، بی صرفه بودن کشت و زر در جمهوری اسلامی. کشاورزان شمال ایران رو نگاه کنید ببینید، دیدیم چندی پیش حتی درخت های خودشون رو سوزوندن یکی از کشاورزان در گیلان، برای اینکه نمیسن. آیا همزمان شده در جمهوری اسلامی یا نه؟ این نگاه غیر واقع بینانه است. نه قطعا درسته. من واقعیتش چون اسم آقای قالیباف اومد و این سوء استفاده ای که از غیرت دینیشون میخواد بکنه، آقای چالنگی اگر اجازه بدین یه جمله دیگر هم عرض کنم. ایشون زمانی که فرمانده نیروی انتظامی بودند، اسنادی هست من باز به دستم رسیده که در ارتباط با شبکه قاچاق بین المللی با کمک سپاه 8 میلیارد دلار سالیانه پول گرفتند برای اینکه قاچاق در کشور بیاد و بتونن آزادانه هم عبور کنن هم توزیع بکنن. شما یک قلم نگاه کنید به سطح بالای اعتیاد در کشور و زخمی به نام اعتیاد که چقدر خانواده ها رو برباد داده، چه دخترانی رو به فروش رسونده اعتیاد، و اون غیرت دینی که میگن اینجاها باید نشون داده بشه. و اطرافیان وزیر دادگستری مشاور آقای وزیر دادگستری حرفی رو زد راجع به پرونده تجاوز به 6 بچه 8 تا 11 ساله در مدرسه در غرب تهران، ناظم مدرسه که گفت بچه ها هم کشش داشتن. آقای چالنگی این حرف از نظر من اونج سقوط اخلاقی در جمهوری اسلامی است. یعنی در هر فرهنگی، هر منطقی، هر دینی، هر اخلاقی کودک معصومه و هیچ تکلیفی هم نداره و همه توان یک جامعه در جهت حمایت و محافظت از کودکان معصوم جامعه. شما ببینید چقدر باید ذهن منحرفی مشاور وزیر دادگستری خونریز آقای روحانی داشته باشه که چون این حرفی رو حتی به زبان بیاره. اون مشاور آقای سازگاره مثل که اون ناظم مدرسه جز انجمن اسلامی یه کاری بوده در اینجا واقعا اون آدم که هر کجای دنیا باشه، در همین امریکا اگر یه کسی پیدوفایل باشه، واقعا بچه بازی کرده باشه، بلایی به سرش میارن غیر از زندان و غیره. پلیس امریکا موظف است، FBI، این آدم بعد از اینکه زندانشو کشید هر کجای امریکا بره زندگی کنه، اون محله رو مطلع کنه که این آدم این پرونده رو داشته. ولی رجیستر میکنم کجای دنیا اون آدمی مثل اون ناظم یا این آدمی که مشاور وزیر دادگستری است این حرف رو زده زندان میکنن آقای چالنگی. و اون وقت ببینید سقوط اخلاقی تا کجاست. اون وقت امثال آقای قالیباف صحبت از غیرت دینی میکنن. من یک بار به زاهدان رفته بودم، به دعوت دانشگاه سیستان بلوچستان، با بچه های سیستانی رفتیم زابل تا نقطه صفر مرزی رفتیم، نسل رستم اونجا، روستایی 1000 روستای قدیمی ما، و فقر اونجا رو گرفته به دلیل اینکه افغان ها آب هیرمند رو بستن و قرارداد حقوق شفیق رو رعایت نمی کنن و آب نیست. کشاورزی که قرن ها کشاورز بودن خوابیدن با فقر. از یکی از دانشجو پرسیدم این تم برای زندگیشون پس چه میکنن؟ اشک توی چشم این دانشجوی زابلی حلقه زد، خدا شاهده بغضش گرفت، من هم بغضم گرفت. گفت گاهی این فرزندان غیور این کشور فلانی دخترانشون میفروشن. شما ببینید اگر غیرتی هست اینجاست. اگر راست میگن برن آب هیرمند از افغانا بگیرن که 1000 روستای زابل ما با فقر دست و پنجه نرم کنن و امثال هم. حالا ببخشید من یه مقداری عصبانی شدم، از کنترلم میره بیرون. بچه‌ها کودکان خیلی بده. حرف خوبی داره و اینکه کودکان فرشتگانند. آقای چالنگی اینا بالغ نشدن که اصلا احساسی توشون وجود داشته باشه. این مردک نادان خیلی بده. یعنی لغتی جز بی‌شرافتی به این قبیل حرف‌ها نمیشه نام دیگه گذاشت.
بر صدای چالنگی خشکسالی و آب مشکل قدیمی است در ایران. مدیریت آب از قدیمی ترین فانکشن های حکومت بوده. داریوش کبیر هم در تمام کتیبه هاش که باقی مونده این جمله رو در آخرش داره که خدایا مملکت مرا از خشکسالی و دروغ محافظت فرما. ایران هم قدیم دروغ رو بسیار بد میدونستن. هرودوت هم اینو نقل میکنه و الان متاسفانه نه فقط دروغ رایج خشکسالی هم که مدیریت آب رو میطلبه به قدری بد در جمهوری اسلامی انجام شده که قطعا بحران جدی جدی کشور الان به چند سال آینده بحران آبه. بله، ایران کشوری بود از نظر آب کمبود آب داشت، اما سالها بود که در ایران برنامه ریزی هایی شده بود. من فقط به عنوان یک گزارش میگم برای نسل جدیدی که در جریان نیست، با سدسازی ها و با پروژه هایی که بود قرار بود کشاورزی ایران به کشاورزی صنعتی تبدیل بشه و هرچی بهره بیشتر از همان آب موجود و ذخیره کردن آب در ایران. برنامه هایی که با آمدن انقلاب متوقف شد، از میان رفت و جمعیت هم افزون و مدیریت هم که میبینید خود شما بهتر از همه ما در اون سوی دوربین در خانه هاتون که ما رو در کنار خودتون پذیرفتید. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده، در ترکیه آقای جمال حسینی فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار و از متصدیان مسئولان خبررسانی هرانا به قتل رسید. این سوال پیش اومده در ارتباط با این قتل که آیا جمهوری اسلامی در بلبشوی کنونی منطقه و اوضاع داخلی ایران بران شده که قتل مخالفان، ترور مخالفان رو از سر بگیره؟ چی هست قضیه تا اونجا که شما اطلاع دارید؟ اولا واقعا متاسفم که ایران یک فرزند شایسته شاید دست داد. گاهی با ایشون تلفنی صحبت میکردیم، دل مشغول زندانیان سیاسی بود، دل مشغول شکنجه و زجر دادن آزادی خواهان بود و چقدر روز و شب فعالیت میکرد. بسیار متاسفم چنین آدم نازنینی باید به این صورت خاموش بشه. من برام شکی نیست که رژیم شروع کرده دوباره، اشارم کردم، و حالا دولت ترکیه نتیجه تحقیقاتش رو اعلام میکنه یا در پس پرده زمینه معامله خواهد بود، نمیدونم. ولی در حال مطمئنم رژیم جمهوری اسلامی خواست با این جنایت رعب رو در فضای خبری و فضای اطلاع رسانی برقرار کنه، به ویژه در ترکیه که شماری از فرزندان جوان ایران خیلیاشون اومدن و یا در انتظار رفتن به کشور دیگه یا در همونجا مستقر شدن، این نگرانی رو برای ما به شدت افزایش داده. بسیار متاسفم، با خانواده این نازنین همدردی میکنم و آرزو میکنم که هرچه زودتر قاتلانش پیدا بشن و حداقل پس ماجرا آشکار میشه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. آقای نوریزاده، با سپاس بسیار از شما و سپاسگزار هستیم. آقای سازگار در واشنگتن، به پایان این شماره تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر، با امید به اینکه روزی نچندان دیر و دور منطقه روی آرامش ببینه، به خصوص کودکان در منطقه آینده روشن در برابر خود داشته باشند و در کنار هم کشورهای منطقه و با هم زندگی بهتر و روزافزونی از نظر رفاه و خوشبختی داشته باشند. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری زرد، کوهساران دله و دراک و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.